سوالی که توی این یوروپا میخوام مطرح کنم اینه، چرا فلسفه نرم افزار آزاد باعث بهبود عمل کرد میشه، یعنی آدم ها رو بهتر میکنه؟ قبل از اینکه من اینو بیام توضیح بدم، میخوام درباره یه کارمندی صحبت کنم که رفته توی سیستم انحصاری داره کار میکنه. وقتی که من درباره این موضوع بهتون توضیح بدم، به جواب این سوالمون میرسیم در نهایت. یعنی اول باید درباره این صحبت کنیم که انحصار چه شکلیه، وقتی یه نفر میره توی سیستم انحصاری چه بلایی سرش در میاد، بعد از اون ما میایم درباره آزادی صحبت میکنیم. اولش درباره همین کاروان دونپایه میخوام صحبت بکنم. فرض کنید که شما فارغ التحصیل شدین یا حالا دنبال بازار کار هستین، میرین چندین جای مختلف رزومه میدین، رزومتون رو ارسال میکنین و در نهایت میرین توی شرکتی. ولی وقتی که میخواین رزومه رو بنویسین، سعی میکنین اغراق شده درباره خوبیای خودتون بنویسین. وقتی هم که میرین توی اون شرکت هم شروع میکنه اغراق شده درباره مزیت‌هاش صحبت میکنه. هیچ وقت به شما نمیاد بگه که چه مشکلاتی دارن، هیچ وقت روز اول نمیاد مسائل واسهتون باز بکنه، فقط درباره خوبی‌ها صحبت میکنه، نمیاد درباره بدی‌ها صحبت بکنه. این مشکلات ایجاد میکنه. بعدا وقتی که حالا به نحوی توی اون شرکت استخدام میشین و میرین اونجا، ماه اولی که اونجا هستین به شدت شروع میکنین کار کردن، تا مثلا شده 10 ساعت میمونید، شده حتی اضافه کار وای میسین که کار خوب باشه. حتی مورد داشتیم که به طرف گفتم که این USB رو مثلا بزنین فایل رو بریز، گفته نه الان ساعت کاریمه، من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. و ولی ماهای اول خیلی کارمنده هستن که به شدت کار میکنن و خب میخوان خودشون رو نشون بدن. این میگذره و شما چند تا پروژه که انجام میدین میفهمین که نه، اینطوری هم نیست. میفهمین اون چیزی که روز اول بهتون گفتم با اون چیزی که الان دارین تو اون شرکت میبینید خیلی تفاوت داره. همچنین بالعکس، یعنی اون کارفرمایی که شما روز اول دیده با الانتون میبینه که اینا خیلی با هم دیگه تفاوت داره. در واقع اونجاست که اولین وجه بهتون وارد میشه، یعنی اون سکانسی که شما میفهمید که اون چیزی که روز اول با امید و آرزو و فلان و بیسار شما رو بردن تو اون شرکت، میبینی خیلی از اونا خبری نیست ازشون. در ادامه وقتی که حالا شما کارتون خوب باشه و مثلا ارتقای شغلی داشته باشین، دقیقا به این نقطه میرسین که یه کوه از کار رو میریزن رو سرتون و شما شده مثلا هر چقدر دارین کار انجام میدین، میبینین که من بعد این کار رو انجام بدم، کار بیشتری هم واسش انجام بدم. سوالی که خیلی اون موقع ذهن آدم رو مشغول میکنه اینه که سهم کاری که من دارم انجام میدم به ازای اون چقدر از سهم پروژه به من میرسه. یعنی من میام میبینم آقا من مثلا 1 تومن دارم پروژه در ماه دریافت میکنم، حالا که اومدم کار بیشتری دارم انجام میدم، همون میزان دریافتی رو دارم، دریافتی من دیگه بیشتر نمیشه. و شرکت هم هی از شما کار بیشتر میخواد، ولی شما سهمی از اون پروژه نمیگیری. این دقیقا چراغ دومیه که ذهنتون رو شروع میکنه اذیت کردن. یه مدیر موفق انحصاری کسیه که بتونه بیشترین کار رو از کارمندش بکشه و کمترین هزینه رو بهش پرداخت کنه. اصلا این مطرحه، کاملا توی بازار کار مطرحه. میگن اگر کارمندی آوردی، اگر 1000 تومن بهش دادی و 5000 تومن مثلا سوداوری داشته باشه، تازه تو بهترین شرایط. اگر یه کارمندی یه پروژه یه به صورت 100% انجام بده، ماکسیموم 30% اون پروژه بهش میرسه. اینی که دارم میگم ماکسیمومه. حالا شما اگه در نظر بگیرید شرکت خب هزینه های جور و جوری داره، هزینه تجهیزات داره، هزینه نگهداری داره، مالیات داره و و و و خیلی هزینه های دیگه داره. عملا اتفاقی که میفته تو بازار کار اینه که شما 5-10% کل پروژه رو اگه انجام بدین، مثلا اگه یه پروژه 30 میلیونی انجام بدین، نهایت 1.5-3 میلیون بهتون میدن. یه مدیر موفق هم مدیریه که بتونه آدمایی رو بیاره که بهشون پول کم بده و اونا رو به نحوی ازشون برده کشی بکنه. اتفاقی که بعد از این 3 تا مورد برای آدم ممکنه بیفته اینه که فاز کاریشو تغییر میده. یعنی از آدمی که فعال بوده، روزای اول همه کارا رو انجام میده، همه فعالیت ها رو انجام میده، به آدمی تبدیل میشه که دیگه نمیخواد کار بکنه. وقتی بهش مثلا یه پروژه رو داره انجام میده، بهش میگن این باگ ها هست، این مشکلات هست، دقیقا میاد
شونه خالی میکنه. وقتی مثلا میبینه که حجم کار داره زیادتر میشه و هر چقدر که این داره بهتر کار انجام میده، کار بیشتری براش میاد، خب اصلا از این حالت خارج میشه. چرا میگه من باید کار بیشتری انجام بدم؟ سعی میکنه حجم کاریشو کم کنه، سعی میکنه دیگه فعال نباشه. یکی از مشکلاتی که سیستمای انحصاری باش درگیرن اینه که کارمنداشون بعد مدتی خوب کار نمیکنن. نمیان بگن که مشکل از خودمونه، نمیان بگن مشکل از مدیریتمونه، میگن مشکل از اون آدم است. شما الان خیلی از شرکتایی که تو خود تهران هستن برین، طرفو میارن 3 ماه 4 ماه ازش بیگاره میکشن، بعدش که میبینه اذیت میشه اون کارمند، بعدش هم میندازنش بیرون. یعنی این مشکل وجود داره. آدمی که از اون حالت اکتیو بودن میره تو حالت دونپایگی، چند تا رویه کاریش عوض میشه. اولا که سعی میکنه اتلاف وقت داشته باشه، چون حقوقش ثابته، کارش ثابته، فقط کارا داره زیاد میشه. سعی میکنه وقتشو الکی اتلاف به خرج بده. یا مثلا اگر یه مشکل خیلی کوچیکی به وجود میاد، بره بگرده یه جایی تو فرومی بگه نه این مشکل خیلی بزرگه. چرا؟ چون میدونه اگه این مشکل حل کنه بعد بره مشکل بعدی رو حل کنه، حقوقش که زیاد نمیشه که. از اون طرف سعی میکنه کارا رو توش تأخیر بندازه، حتی شده پروژه آماده طرف دم دست داشته باشه، اینو به تأخیر میندازه و چند وقت دیگه بعد ارائه میده. چرا؟ چون انتظار کارفرما رو بیاره پایین. از طرفی عدم تعهد یکی از بارزترین ویژگی این آدم هاست که واسه شون پیش میاد. ولی سوالی که اینجا مطرح هست اون مورد آخره، ترک کاره. یه عده‌ای هستن که وقتی میبینن شرکت‌ها اینجوری دارن بهشون فشار وارد میکنن، از اون کار استعفا میدن میان بیرون. ولی یه سریا باقی میمونن. اینکه چرا یه سریا باقی میمونن و ترک کار میکنن، اگه توی کتاب آقای کیوساکی رو نگاه کنید که یکی از آدم‌هایی که درباره سرمایه‌گذاری، سرمایه‌داری صحبت کرده و اگه حالا نمیدونم بشناسیدشون، دوست همین ترامپ که خیلی مشهوره، یه کتاب داره به اسم پدر پولدار پدر بی پول. اگه تو اون کتابو بخونی درباره این موضوع توش صحبت کرده به تفصیل. ولی یکی از دلایل اصلی که وجود داره ترسه. آدم‌هایی که کار دارن، آدم‌هایی که چندرغاز حقوق دارن میترسن از اینکه پولشون از دست بره و میترسن از اینکه اون هزینه‌ای که خونه دارن انجام میدن، هزینه خرجشون انجام میدن و هزینه غیره‌ای که دارن، اونا همشون از بین بره. برای همین ترک کار نمی‌کنن. دومین عاملی که وجود داره تنبلیه. یعنی اینکه من وقتی توی شرکتی هستم چرا شرکتمو ترک کنم برم یه شرکت بهتر؟ چرا برم واسه خودم یه بیزینس راه بندازم؟ این کارو نمی‌کنم. چرا؟ چون این کار از من انرژی می‌گیره، بعد برم دوباره کلی کار انجام بدم. و سومین موردی که داره این قضیه ناامیدیه. وقتی شما بدونید 5 تا 10% ماکسیموم از کارتون بهتون برمیگرده، خب ناامید میشید. میگه کاش من میرفتم مدیر میشدم، کاش میرفتم دیگران رو زیر سلطه خودم میگرفتم. این مشکلاتی که تو شرکت‌های انحصاری به وجود میاد. یعنی من واقعا به این حرف معتقدم که شرکت انحصاری آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. البته من اینم بگم اینجا، خیلی از شرکت‌های انحصاری اینطوری نیستن، یعنی سهم آدم‌ها رو میدن. من حتی میتونم نام ببرم شرکت‌هایی که توی تهران هستن و به محض اینکه آدمی خوب کار کنه بهش سهم میدن، دقیقاً سهام شرکت میدن. ولی خب خیلی‌هاشون هم اینطوری نیستن و اینجا من نمیتونم نام ببرم. ولی بزرگترین کاری که با آدم ها میکنن، بزرگترین بلایی که سر نیروها دارن در میارن اینه که اونا رو از یه آدم های فعال به آدم های غیر فعال دارن تبدیل میکنن. حالا فرض کنیم اگر یه سیستمی داشته باشیم که توی اون هر کسی هر کاری که انجام میده به تناسب اون پاداش بگیره. پاداش منظورم میتونه پول باشه، میتونه شهرت باشه، میتونه همه چیز میتونه باشه، ولی نسبت باشه. نگیم که اون آدمی که مثلا دارم میگم یه کاریو داره انجام میده همه چیز مال اون، نه من این حرفو نزدم. میگم هر کس به نسبت کاری که داره انجام میده به همون نسبت سهم میبره. اگر ما هزینه داریم برای تبلیغات، اون کسی که میاد تبلیغات انجام میده سود خودشو برداره، اون کسی که داره دیولپمنت میکنه سود دیولپمنت خودشو برداره، یعنی هر کس به اندازه سهم خودش برداره. این اگر شرکت اینطوری داشته باشیم، آدم‌ها به دونپایگی دوچار نمیشن. چرا؟
چون میفهمن اگر من کار بیشتری بکنم سهم بیشتر گیرم میاد. پس اون آدم از اگرم غیر فعال باشه به آدم فعال تبدیل میشه. میگه من اگر کار بیشتری بکنم، اگر 2 ساعت بیشتر بمونم، 2 ساعت بیشتر پول میره تو جیبم. حالا پول نه، صرفا خیلی وقتا مقام، منزلت، خیلی وقتا جایگاهه. خیلی این سهم که نوشتن درآمدی، منظورم فقط پول نیست، چیزای خیلی چیزای دیگه، علم هم میتونه باشه، ولی متناسبه با کاری که دارید میکنید. توی شرکت‌های نرم افزار آزاد این امر وجود داره. یعنی وقتی یه نفر، مثلا میگم، مثلا یکی از اینا وردپرس، دروپا، جوملا، یا حتی همینجا که SFT ما داریم کار میکنیم، اگر یه نفر بیاد روی یه کاری، روی مثلا یه پلاگینی سرمایه گذاری کنه، اگه یه نفری بیاد روی سهم کاری، روی کاری سرمایه گذاری کنه و کاری انجام بده، اتفاقی که براش میفته اینه که به همون میزان کاری که داره انجام میده سود میبره. مثلا میگم شما میان یه دونه وردپرس رو برمیدارین واسه یه نفر کاستومایز میکنید و میتونید بفروشیدش، میتونید به اندازه اون کاری که انجام میدین سهم بردارین. سهم خود شرکت اصلی چقدره؟ توسعه و دیولپ اون وردپرسه. مثلا توی SFD منی که میام ارائه میدم، یعنی هر کسی اولا میتونه اینجا ارائه بده، بر اساس اون ارائه‌ای که من میدم به هم یه سری سهم میرسه. این سهمی که به من میرسه پول نیست، این سهمی که اینجا به من میرسه اینه که میتونم حرفم بزنم، میتونم بلایهایی که سیستم انحصاری سر من آورده رو بیام دربارش حرف بزنم. پس وقتی ما میایم میگیم که نرم افزار آزاد باید بیاد توی مدارس صحبت بشه دربارش، به خاطر اینکه اون فلسفه نرم افزار آزاد باعث بهبود آدم ها میشه، باعث میشه اون آدمه اگر در هر جایگاهی هست یه قدم بالاتر بره، باعث میشه وقتی به یک نفر سهم بر سهمی به اندازش بدین، باعث توسعه اون آدم میشه. و این سوالی بودش که اول بحث مطرح کردیم که چرا نرم افزار آزاد باعث بهبود عملکرد انسان‌ها میشه. ببین وقتی که آدمی توی یک سیستمی وجود داشته، توی یک سیستمی قرار بگیره و احساس کنه اون سیستم مال خودشه، مثلا میگم شما میرین توی شرکتی، وقتی که حجم کارا میره بالا، وقتی که کارا زیاد میشه، فلان میشه، میبینید که همه توجه به سمت شماست، این مشکل حل کن، این مشکل حل کن، این مشکل حل کن، ولی وقتی سود میشه و سهم میشه، میبینید آخرین پرداختی نفر شماست. اینجا حسی که به شما دست میده چیه؟ اینه که این شرکت مال من نیست، میگه شرکت فلان، نمیگه شرکتمون. ولی تو نرم افزار آزاد اینطوری نیست. منی که میام دروپال کار میکنم میگه دروپالم، سیستم من، نمیگه دروپال اونا. اصلا ما نمیدونیم، مثلا الان من بهم بگین SFD اونا، من نمیدونم دقیقاً SFD اونا کیه، چون هر کدوم از شما که اینجا نشستین میتونید برین جزئی از این کامیونیتی بشین، هر کدوم از شما میتونید بیاد جای من قرار بگیره، مشکلی وجود نداره. برای همینه که وقتی که یه آدمی میاد فعالیت میکنه تو اون حوزه و وقتی که میبینه که به اندازه که داره فعالیت انجام میده داره سهم میبره، میگم این سهم ممکنه خیلی عوامل باشه، ولی اینم بدونید که شما میتونید خودتون مثلا یه وردپرس رو دیولپ کنید، خودتون هم بفروشین، ولی یه شرکت انحصاری رو نمیتونید همچین کاری واسش انجام بدین. چرا؟ چون کدها مال اوناست، فروش مال اوناست و همه چیزای دیگه مال اوناست. در نهایت من فقط تنها توصیه‌ای که میتونم به شرکت‌های انحصاری دارم اینه که یه کوچولو بیاین دیدگاه‌هامون رو بهتر کنیم، به اندازه یه مقدار خیلی کم. تشکر.